سلام به یکی دیگر از ویدیوهای روز کانال رنگارنگ رنگ خوش آمدید کانال خودتان را سابسکرایب کنید و از بهترین های روز در افغانستان و جهان بهرمند گردید توجه کنید به خبری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت عبدالله عبدالله فهرست نامزد وزرا را برای رئیس جمهور غنی است یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در صحبت با رادیو آزادی فهرست نامزد وزرای تعیین شده از سوی آقای عبدالله را تایید کرده و میگوید که او روز گذشته این فهرست را به رئیس جمهور غنی سپرده است این بر منبع که در این فهرست آقای عبدالله مسعود اندرابی وزارت داخله فضل احمد معنوی وزارت عدلیه انور الحق احدی وزارت زراعت نوررحمان اخلاقی وزارت مهاجرین محب الله صمیم وزارت اقوام قبائل و قبایل و مصطفی مستور وزارت صلح محسومه خاوری وزارت مخابرات نصار احمد غوریانی وزارت تجارت سعادت منصور نادری وزارت اقتصاد بشیر احمد تینج وزارت کار و امور اجتماعی کنشکا ترکستانی وزارت تحصیلات عالی عباس بسیر وزارت ترانسپورت نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور شهدا و معلولین عزیز الله آرینفر ریاست اصلاحات اداری شامل اند با آنکه نزدیک به دو ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار میگذرد فهرست نامزد وزیران پیشنهادی سپیدار جدیدا نهایی شده است بر اساس گزارش ها پیش از این فهرست نامزد وزیرانی که باید از سوی سپیدار معرفی می شدن، دوباره تهیه شده اما به دلیل اختلاف درون تیمی نهایی نگردید در همین حال تا کنون بیش از یازده نامزد وزیر از سوی ارگ معرفی شده است بر اساس توافقنامه سیاسی که به منظور پایان بخشیدن به تنش‌های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری یک شنبه 28 سار میانه ارگ و سپیدار به امضا رسید عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سهم 50 درصدی در معرفی اعضای کابینه و مقامات دولتی دارد در حالی که سرنوشته کابینه حکومت روشن نیز اداره مستقل ارگان های محلی می گوید که در کمتر از سه ماه گذشته یازده و الا والی تازه برای ولایت های معرفی شده اند سید شاه سقیم سخنگوی این نهاد می گوید که این والیان بر بنیاد و فرمان رئیس جمهور و نیز خواسته های باشندگان این ولایت ها معرفی شده اند به گفته او قرار است به شماری از ولایت های دیگر نیز والیان تازه گماشته شود اداره مستقل ارگان های محلی برای هر اداره ای که والی تازه معرفی می کند نخست نیازمند آن ولایت است که خواست های باشندگان آن ولایت و چگونگی و حکومت دارید در آن ولایت در نظر گرفته می شود و سپس مشخص می شود که چه کسی می تواند در آن ولایت اثر گذار باشد. همزمان با این در کمتر از یک هفته گذشته ریاست جمهوری محمد عمر داود را نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکستان گماشته است و یاسین زیاه نیز همچون رئیس ستاد ارتش در وزارت دفاع ملی معرفی کرده است امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور گفت در قسمت ترکیب اداره فیصله ای تمام در دولت افغانستان به ویژه رئیس جمهور این است که ترکیب اداره باید سبب نفاق نشود بلکه سبب وحدت شود در همین حال چهره هایی که به تازه همین همچون والیان سمنگان و خوست معرفی شده اند به میگویند که مبارزه با فساد اداری برگشتاندن زمین های غصب شده دولتی و نیز برداشتن فاصله میان مردم و دولت در این ولایت ها از اولویت های کاریشان هست داود کلکانی والی معرفی شده برای سمنگان گفت محور رابطه دولت با مردم است ما می خواهیم رابطه ملت و دولت را نزدیک بسازیم صدیق پتمن والی, معرفی ش... والی معرفی شده برای خوست نیز افزوده برای تطبیق قانون با هیچ کسی نباید معامله کنیم قانون بالای همه یک سان تطبیق شود و توصیه به میان بیاید و اگر یک به و زمین دولتی هم پیش کسی باشد باید از دست آن نکشیم اما با گذشت بیشتر از دو ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله سرنوشت کابینه حکومت ناروشن از ظاهرا ریاست جمهوری برای معرفی اعضای کابینه انتظار فهرست نامزد وزیران عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه را می کشد اما احتمال دارد که نامزد وزیران تا پس از تعطیلات تابستانی مجلس نتواند رأی اعتماد بگیرند از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور میگوید که همه مردم افغانستان صلح پایدار و دائمی در چارچوب نظام جمهوری میخواهند و وظیفه او به عنوان رئیس جمهور نیز حزب و جذب طالبان به درون نظام جمهوری اسلامی است افغانستان و این کار را میکند غنی که در سفر به ولایت کاپیسا داشته است روز چهار شنبه هجده سرطان در جمع از باشندگان این ولایت در سخنرانی گفت که اجماع ملی در این بخش وجود دارد یک چند نفر را بگذارید آنها خواب میبینند و خیال میکنند که همراه طالبان اگر کدام حکومت ساختند سبا هم اینها را کسی از دار آویزان نخواهد کرد فکر دوباره کنند رئیس جمهور غنی در این نشست همچنان گفت که در بسیاری از کشورهای این گونه آوازه ها شده است که برخورد این نوع حرکت ها با کسانی که خود را روشن فکر و اهل سیاست می دانستند مشخص بوده است. محمد اشرف غنی با تاکید کرد که تصمیم نهایی درباره صلح مردم افغانستان می گیرد و بر این مردم کسی که زور چیز را تحمیل کردن نمی تواند. آقای غنی خاطر نشان کرد که روند صلح را با تدبیر به پیش میبرد و در حالی که شرایط جهانی تغییر می کند اما دولت آمادگی مدیریت روند صلح را دارد محمد اشرف غنی افزود که به عنوان رئیس جمهور در بخش صلح دو وظیفه دارد که اولی آن جذب طالبان به نظام جمهوری است و ریاست جمهوری گفت که در عین حال او سرقمندان اعلای قوای مسلح نیز است و بر این اساس از آوردهای نیروهای امنیتی حفاظت می کند. محمد اشرف غنی گفت که با تدبیر و احتیاط باید در روند صلح گام برداشته شود تا صلح سبب بربادی نشود و باید خوشبختی را برای مردم افغانستان رقم بزند رئیس جمهور غنی تاکید کرده که تعهد واضح به حفاظت و حمایت از دست نیروهای امنیتی دارد و آنها را تجهیز و تمویل می کند. به گفته او این بار هواپیماهای نیروهای امنیتی به عنوان آهن کهنه به کشورهای خارجی فروختن نمی شود. محمد اشرف غنی با اشاره به سفرهای خود در دور پیشین ریاست جمهوری با ولایت ها و مراکز نظامی ارتش گفته ادعای اینها او تنها شاروال کابل از حقیقت ندارد. رئیس جمهور این سخنان را که در حالی مطرح می کند که تلاش ها برای شروع مذاکرات بین الافغانی با طالبان جریان دارد و هرچند زمان آغاز مذاکرات تا هنوز مشخص نیست محمد اشرف غنی پیش از این نیز احتمال تشکیل حکومت موقت و سرپرست را برای تامین سال در کشور رد کرده است در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سخنانی در مرکز ولایت و کاپیسا از اعضای مجلس نمایندگان و آلمان دین خواست که او را در جمع آوری آشور همکاری کنند رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه همه سرطان در سخنانی در میان جمع از باشندگان ولایت کاپیسا گفت که افغانستان دارای منابع سرشار است و او نمیخواهد بیش از این دست مردم به پیش جهانیان دراست باشد محمد اشرف غنی تاکید کرد که منابع مالی باید مانند ناموس افغانستان به دیده قدر دیده شود آقای غنی افزود خواهش ما از وکیلان شورای و علمای کرام این است که دست بدهد تا من پس از این اشور را از تمام زمین های افغانستان جمعوری کنم تا مسائل مالی علمای کرام را یک طرف حل کنیم. رئیس جمهور غنی افزوده که برای تامین امنیت علمای دینی اقدامات جدی صورت خواهد گرفت و افزود که طرح میثاق امنیتی را که از سوی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری تهیه شده امضا کرده است و غنی گفت که تمام تامین امنیت علمای دین جزو این طرح است محمد اشرف غنی در بخش از صحبت‌هایش به مردم کاپیسا وعده داد که در بخش تامین امنیت توسعه و رفاه مردم به صورت جدی توجه می شود. هدف سفر محمد اشرف غنی به شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا بررسی وضعیت عمومی این ولایت اعلام شده است رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه به هجده همه سرطان در سخنان در میان جمع از باشندگان ولایت کاپیسا گفت که افغانستان دارای منابع سرشار است و او نمی خواهد بیش از این دست این مردم به گدایی به جهانیان دراز باشد. محمد اشرف غنی تاکید کرد که منابع مالی افغانستان باید مانند ناموس افغانستان به دیده قدر دیده شود آقای غنی افزود خواهش ما از وکیلان شورا و عالمای کرام این است که دست بدهد تا من پس از این آشور را از تمام زمین های افغانستان جمع واری کنم تا مسائل مالی علمای کرام را یک طرفه حل کنیم رئیس جمهور غنی افزوده است که برای تامین امنیت علمای دین اقدامات جدی صورت خواهد گرفت که افزود که طرح میثاق امنیتی که از سوی امرالله سال معاون اول رئیس جمهور تهیه شده امضا کرده است و غنی گفت که تامین امنیت علمای دین جزو این طرح است با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان به جهان بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید و کانال خودتان را سابسکرایب به زنگ آگاهی را فشار بدهید تا ویدیو بعد پدروت.